سلام دوستان، به کانال خاله سیما خوش اومدین. امروز با آموزش کوکی اشغولانه ولنتاین در خدمتون هستم. با معرفی مواد اولیه کارمون شروع میکنم. پودر قند نصف پیمانه، کره 100 گرم، تخم مرغ 1 عدد، کاتر قلب، رنگ خوراکی قرمز به مقدار لازم، بیکینگ پودر یک قاشق چایخوری، وانیل نوک قاشق چایخوری، آرد قنادی 1.5 پیمانه. توضیح درباره پیمونه ها میخواستم بدم. اگر خواستین از لیوان استفاده کنین، از لیوان دستدار فرانسوی میتونین استفاده کنین، یا اینکه از پیمونه های شیرینی پزی. این سایز یکش 1 پیمانه است، سایز دوش نصف پیمانه. پس من از این پیمونه ها استفاده کردم. وقتی گفتم 1.5 یعنی 1 عدد از این ریختم، یک عددم از این آرد ریختم، یعنی شد 1.5 پیمانه. آردمونو با بیکینگ پودرمونو مخلوط میکنیم، علک میکنیم تا ناخالصیاش از بین بره. بیکینگ پودرمونم اضافه میکنیم. میتونیم یه همش بزنیم بعدن علک کنیم. آروم علک میکنیم. به این شکل. کره و تخم مرغامونو 1 ساعت قبل از یخچال بیرون در میاریم که با دمای محیط یکسان بشه. کره ما الان به اون دمایی که میخواییم رسیده. کرامونو توی ظرف می‌ریزیم. پودر قندمونو می‌ریزیم. حدود 2 تا 3 دقیقه باید با همزن موادمونو با هم مخلوط کنیم. من کره و پودر قندمون رو با همزن حدود 2 تا 3 دقیقه حسابی مخلوط کردم. توی این مرحله وانیلمون رو با تخم مرغمون رو اضافه میکنیم. حدود 2 تا 3 دقیقه دیگه با همزن مخلوط میکنیم. تو این مرحله اسانس قرمزمون رو اضافه میکنیم. توی چند مرحله بریزین. اگر رنگش دلخواه شد دیگه نیازی نیست اضافه کنیم، ولی اگه دیدین دلخواه نشده دوباره اضافه میکنیم. توی این مرحله آردمون رو توی 2 قسمت اضافه میکنیم. نصفش رو میریزیم. آروم هم میزنیم. وقتی به مرحله رسید که با دست میخواییم هم بزنیم، فقط با نوک انگشتامون به خمیرمون حالت میدیم، با کف دستمون حالت نمیدیم.
مرحله بعدی آردمون رو میریزم. دستمون آروم آروم ماساژ میدیم. بعد از اینکه دیگه خمیر به دستمون نچسبید، خمیرمون رو توی کیسه فریزر میذاریم، حدود 1 ساعت اجازه میدیم توی یخچال استراحت کنه. همینطور که میبینین خمیر ما آماده شد، میذارمش توی کیسه فریزر، اجازه میدم توی یخچال 1 ساعت استراحت کنه. به این شکل. من روی تختمون یه کاغذ روغنی پهن میکنم. خمیرمون توی یخچال 1 ساعت استراحت کرد. نصفی از خمیرمون رو بر میداریم روی کاغذ روغنیمون باز میکنیم. وقتی که خمیر رو روی کاغذ روغنیمون قرار میدیم، من یک کیسه فریزر رو بازش کردم، روی این میذارم، با وردنه بازش میکنیم. خمیرمون رو باز کردم. ضخامت خمیرمون حدوداً باید 1 میلی باشه. بعد از اینکه خمیرمون رو باز کردیم، مشنبا رو از روش بر میدارم. با کاتر قلبی که داشتیم، کاترامون رو با کاترامون قالب میزنیم. کاتر زدیم، خمیرهای اضافه دور قلبمون رو بر میداریم. این خمیر خیلی لطیفه، باید خیلی به آرومی باهاشون کار کرد. من با لیستکم به آرومی برش میدارم، میذارم توی سینی فرم. خیلی باید به آرومی با اینا کار کرد. به این شکل میچینیم. روی کاغذ روغنیامو میچینیم. من کاغذامو نیازی به چرب کردن نبود، چون موادمو خودش چربه، چیدم روی کاغذهای روغنیمون. کوکیامون رو قالب زدیم، دیگه آماده شده برای توی فر رفتن. مدت 15 دقیقه و با درجه 180 درجه سانتیگراد اجازه میدیم که کوکیای ما بپزن. دوستان، کوکیای ما آماده شد. من از فر در آوردم، اجازه دادم سرد شد. ما این کوکیا رو میتونیم دو نوع سرو کنیم. یه دونه تکی به حالت بیسکویتی میتونیم سرو کنیم. اینا خیلی ترد و خوشمزه است. یه مدل هم میتونیم با خامای زده شده تزیینش کنیم. حالا من یه نمونه با خامه بهتون نشون میدم. خامه زده شده رو به حالت شکوفه های ریز ریز از کنار شروع میکنیم. به این شکل. یکی دیگه از بیسکویت هامون رو ور میداریم، روش میذاریم. فقط زیاد نباید فشار بدین که از بغلا هم مشخص باشه. کوکیای ما آماده شد. امیدوارم که پسندیده باشین، درست کنین، در ولنتاین در کنار خانواده لذتش رو ببرین. ما رو به دوستاتون معرفی کنین. تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.